ماه رو ابتدا با تو شروع کنیم. خب الان وضعیت دریافت تست و بستری در آمریکا چطوره؟ ظاهرا در برخی ایالت‌ها صف‌های طولانی برای انجام تست کرونا تشکیل شده. بله، بر اساس مشاهدات شخصی من و اون چه که رسانه‌های داخلی آمریکا امروز نوشته بودن، بسیاری از ایالت‌ها و از جمله شهر واشنگتن دی سی، ایالت مریلند و ویرجینیا با صف‌های طولانی مواجه شدن بعد از بالا گرفتن آمار مبتلایان جدید، به شکلی که یکی از مسئولین بهداشت و درمان شهر دی سی در گفتگو با سی ان ان امروز گفته بود که ما آنچه که امروز شاهدش هستیم در واقع غلبه سویه اومیکرون بر ساختار بهداشت و درمان شهر دی سی است. به رغم اونچه که جو بایدن وعده داده بود، شما با سرچ یک جمله ساده نزدیکترین محل تست حوالی من میتونید بلافاصله وقت بگیرید، ولی این روزها با مراجعه به سی وی اس و والگرین شما معمولا وقت روزانه نمیتونید بگیرید و شما را حواله میدن به هفته های آینده. ممنونم. مهسا، چه چالش هایی برای بازگشایی حضوری یا تغییر به آموزش غیر حضوری بستگاه کانادا قرار گرفته الان؟ نیلوفر، در استان آنتاریو که پرجمعیت ترین استان کانادا هست، قبل از گسترش سویه اومیکرون تعداد مبتلایان به 30 نفر حدوداً در روز رسیده بود. امروز تعداد مبتلایان 1400 نفر بوده و این خودش 14,000 نفر بوده. این خودش نشون دهنده این هستش که چقدر این سویه به شدت داره گسترش پیدا میکنه و این باعث نگرانی مقامات هست برای بازگشایی مدارس. بازگشایی مدارس مخالفان و موافقان خودش رو داره. اونهایی که موافق این کار هستن میگن برای اینکه سلامت روانی بچه‌ها تحت فشار قرار میگیره اگر مدارس بازگشایی نشه، فعالیت‌های فیزیکیشون مختل میشه و همچنین اینکه پدر مادرهایی که کار میکنن برای اینکه یک راه جایگزین پیدا بکنن برای بچه‌هاشون که اونها رو نگهداری و مواظبت بکنن، مجبور میشن سر کار نرن و این خودش باعث در واقع فشار به نیروی انسانی در کانادا میشه. تعداد دیگری هم که ویروس شناس هستند، اعتقادشون این هستش که به دلیل تعداد ابتلا کادر درمانی کانادا تحت فشار مضاعف قرار خواهد گرفت و بهتر هستش که بازگشایی مدارس رو به تأخیر بندازن. در حال حاضر استانهای مختلف تا 1 هفته بازگشایی مدارس رو به تأخیر انداختن و این ممکنه هر لحظه دوباره تغییر بکنه. ممنونم. لیلی، ترکیه هم واکسیناسیون با واکسن ترکیه ترکوواک رو از امروز آغاز کرده. از آخرین وضعیت کرونا در ترکیه بیشتر از تو بشنویم. درسته نیلوفر، امروز با وجود اینکه بیش از 39 هزار نفر مبتلای جدید در ترکیه اعلام شده، بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت ترکیه گفته شده که واکسیناسیون در واقع برای کسایی که دوز دومشون را دریافت کردن بیش از 85% بوده و این رقم برای وزارت بهداشت رقم رضایت بخشی است، اما هنوز از بعضی از استانهای جنوب شرق ترکیه در واقع مقاومتی از سوی شهروندان دیده میشه که هنوز واکسن رو حتی دوز اول رو دریافت نکردن یا حتی بعد از گرفتن یک دوز برای دریافت های دوز بعدی در واقع مراجعه نکردن. اما وزیر بهداشت ترکیه شب گذشته و هم امروز بعد از اعلام اینکه واکسیناسیون با واکسن ترکوواک هم در واقع آماده است و شهروندان میتونن با انتخاب هر کدوم از این واکسن های چینی، ترکی و یا واکسن فایزر رو انتخاب کنن، خواست یک بار دیگه تاکید کرد که با توجه به سرعت شیوع نوع جدید کرونا یعنی اومیکرون، در واقع خیلی خیلی خوب هست که مردم هر چه زودتر برای دریافت دوز تقویتیشون مراجعه بکنن. ممنون از هسته شما. همکارانم لیلی نیکفر از استانبول، مهسا مرتضوی از کانادا تورنتو و ماهرخ غلامحسین پور از واشنگتن، سپاسگزارم.